سلام، با برنامه 40 روز پایانی کنکور در خدمتتون هستیم برای تمامی بچه‌های کنکوری، پشت کنکوری، بچه‌های هیولایی که امتحان نهایی دارن، اونایی که امتحان نهایی ندارن و میخوان روزهای آخرشون رو بترکونن. میخوایم بریم برای ساخت یک روز رویایی. بچه‌ها بیان بالا، بیا 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 بزن ببینم، بیا بزن ببینم ببینم چطور وضعیت. بیا بالا، بیا بالا، ماشاءالله ماشاءالله، به 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 به. خب بریم سراغ برنامه‌مون. یه برنامه بسیار فوق‌العاده با هم دیگه داشته باشیم که انشالله بتونیم کارو جمع بکنیم. ببینم کیا اومدن. سلام 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 سلام، به 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 به. خب بچه‌ها یه چیز جالب میخوام بهتون بگم. ممکنه بپرسین خب من 19 جلسه تقریبا 15 جلسه 16 جلسه شو شاگرد آوردم، بچه‌ای که تو هر برهه از سال قبول شدن، بپرسین که آقا چرا مثلا این جلسه ما شاگرد نیاوردیم؟ علت داره بچه‌ها. من شاگردی که بعد این جلسه می آوردم و عید آوردم که آقای فرهاد خسروی، اگه دیده باشین آوردمش. حتما اگر لایوشو ندیدین حتما ببینین، عنوانش توی اینستاگرام اینه که با این درصدا قبولی پزشکی. خیلی جالبه چون این هفته مطلب بسیار طولانی و مهمی دارم، پس خواهش میکنم حتما این جلسه رو با من باشید. میخوام یک برنامه فوق‌العاده بهتون بدم. بچه‌های شاگرد خودم جلسه VIPشون سر جاش هست، تا آخر امشب که برنامه دارن جلسه VIP بعدی رو توی گروهاشون اعلام میکنم، حتما نگران نباشید. بریم سراغ برنامه. بچه‌ها ما دو دسته دانش آموز داریم الان. دانش آموزانی داریم که کنکوریان و دانش آموزانی که پشت کنکوریان و دانش آموزان چی؟ پشت کنکوری. خب اوکی بریم. برای دانش آموزان کنکوری میخوایم چی کار کنیم؟ برای دانش آموزای پشت کنکوری میخوایم چی کار کنیم؟ اول من توضیح این که میخوایم چی کار بکنیم و بگم و بعدش بریم سراغ این که برای هر کدوم چه برنامه‌ای برای 40 روز نهایی داریم. بچه‌ها دانش آموزایی که کنکوریان امتحان نهایی دارن، امتحان نهایی یکی از رکنای مهمش دوره 12مه، دوره 12مه که حداقل هول و هوش 35% از کنکورشون رو شامل میشه، به علاوه دانش آموزانی که از قبلتر شروع کردن و پایه رو خوندن، تکمیل ریز پیزای پایه است، به اضافه کنکورهای عمومی باید حتما بزنن. کنکور جامع فقط بچه‌هایی میتونن بزنن که قبل از بهمن شروع کردن. اما توصیه من اینه اگر به هر دلیلی تونستین که مثلا چه میدونم 60% 70% رو جمع بکنین، حتما حداقل وسط امتحانات یه دونه کنکور جامع هم بدین. کنکور جامع. خب بچه ها این که از چه سالی باید کنکورها رو بزنین، چه کنکورهایی باید بزنین، عمومی از چه سالی باید بزنین، به صورت کامل بهتون توضیح میدم. پس این جلسه رو با من باشین. بچه هایی که دیر شروع کردن، بچه هایی که زود شروع کردن، برای هر کدومشون به صورت کاملا تخصصی و اختصاصی میگم کدوم کنکورها رو بزنن چجوری. برای بچه های VIP خودمونم علاوه بر این جلسه یه جلسه پرسش و پاسخ هم به صورت VIP توی همون لینکی که خودمون برای گروهشون اعلام میکنیم برگزار خواهیم کرد، چون این چند وقت آخر بسیار بسیار مهمتره. خب بریم سراغ برنامه. بچه ها پس ما گفتیم کنکوری ها باید دوره 12مشون حرفه‌ای باشه، تکمیل پایه‌شون رو در حد مباحث کوچیک بتونن انجام بدن. و این چرا اینطوری شد؟ نفهمیدم چرا اینطوری شد. خب تکمیل مباحث پایه‌شون رو در حدی انجام بدن به اضافه عمومی ها با کنکور جامع. پشت کنکوری ها باید چی کار کنن؟ بچه ها پشت کنکوری ها حد اکثر دیگه تا در بدترین حالت 15 خرداد، اما من میگم که 5 الی 10 خرداد، 5 الی 10 خرداد میگم، بدترینش 15 خرداد و دیگه بعدش 5 الی 10 خرداد میتونن مطلب جدید بخونن، مطلب جدید بخونن و کنکور زدنشون رو شروع بکنن. میخوایم برای هر کدوم از این دوتا به صورت کامل یه تخته مشتی بریم. جلسه امروز جلسه کوتاهیه، جلسه امروز جلسه مهمیه
و تمام مطالب رو به صورت چکیده و کامل قرار خدمتتون عرض بکنم. خب بریم اول سراغ بچهای کنکوری. بچه ها اول یه تیکه کنکوری میگیم، یه تیکه پشت کنکوری میگیم، مجدد برمیگردیم، یه تیکه کنکوری میگیم، یه تیکه پشت کنکوری، جمع‌بندی این که چه کنکورایی باید بزنین، چه جوری باید امتحان بدین و موارد دیگر رو هم بعدش عرض خواهم کرد. خب میریم سراغ بچهای کنکوری. بچه‌ها قبل از هر امتحان باید چه کارهایی انجام بدین؟ دونه دونه خدمتتون عرض خواهم کرد. قبل از هر امتحان، آقا ما قبل هر امتحان چه کار بکنیم؟ یک، بچه‌ها گفتن کنکور چیه؟ با محوریت کتاب محتوایی، یعنی چی کار کنیم؟ بچه‌ها کتاب درسی و تمارینش رو حتما حل بکنید. کتاب درسی و تمارین یعنی چی؟ یعنی توی ادبیات بنویسم اینجا، ادبیات، توی دینی، توی عربی، توی زبان، که متاسفانه بچه های ما توی عربی و زبان اصلا متن کتاب رو نگاه نمی کنن، نمی دونم چرا، توی ادبیات هم نگاه نمی کنن. اونایی که ندیدن کنکورای سال قبل، و اگر اشتباه نکنم سوال 7 و 24 کنکور تجربی پارسال عیناً از تو متن کتاب ادبیات بود، یعنی اگر متن کتاب ادبیات رو ندیده بودی دو سوال از دست میدادی و دو تا سوال ساده رو از دست میدادی. دینی و بچه ها میخونن یه تعدادی، البته جزوات دینی خوبیش اینه که متن کتاب هم توشون اکثرا دارن، اما اگر نداشتن حتما متن کتاب خونده بشه. توی عربی و زبان بچه ها ترجمه متن هم درس، ترجمه متن هم درس هم ترجمه تمارین خیلی مهمه. بچه ها در عربی شکل ها ا ا او سکون همه اینا رو درست بخونید. چرا میگم درست بخونید؟ بچه هایی که متن کتاب عربیشون رو مسلطن ا ا او اینا رو درست میخونن، یه سوالی ازشون دارم. بچه ها شما وقتی فارسی میخونین آیا ا ا او سکون رو غلط میزنین؟ غلط میخونین؟ بگو ببینم، بدو ببینم. وقتی فارسی میخونی ا ا او سکون رو غلط میزنی؟ نه. چرا؟ چون متن فارسی زیاد شنیدی و خوندی. بچه ها توی ضبط حرکات یا شکل شما اگر متن عربی زیاد خونده باشی دیگه ا ا او سکون غلط نمیزنی. به جای این که بیای دونه دونه توی شکل ها تو ضبط حرکات دونه دونه پیدا بکنی که این ا بود، ا بود، چی بود، میای سری متن رو میخونی، ا او رو میذاری و جواب رو میزنی. خود من از همین تکنیک استفاده کردم، چون من قرآن زیاد حفظ بودم، متنای عربی رو کامل میخوندم. پس خواهش میکنم این از این. مورد بعدی در مورد زبان. بچه ها متن زبان خیلی مهمه. بچه ها متن زبان رو درست بخونید، درست معنی کنید، کلمات رو داخل متن یاد بگیرید. بچه ها اگر دانش آموزی الان امتحان نهایی رو داره، این فرصت رو داره که کلمات زبان رو داخل متن یاد بگیره. اگر میخواید لغات زبان فراموشتون نشه و تعداد زیادی نیاز به دوره نداشته باشه، حتما لغات زبان رو داخل متن کتاب یاد بگیرید، حتما. و الان یک فرصت فوق‌العاده است. بچه ها من گفتم تایم گرفتم پارسال برای یک بار خوندن کتاب زبان، واقعا نصف روزم زمان زیادیه. اما پس این برای این شد چه کارهایی باید انجام بدین. اینا حالا توی ادبیات چیا برام مهمه؟ خیلی مهمه بچه ها. یکی پیش درآمد درس ها. قبل از این که شما مثلا درس های حماسی رو بخونید، ادبیات حماسی، ادبیات جنگ تحمیلی و و و و و پس پیش درآمد درس ها برای ما چیه؟ خیلی مهمه. قبل از هر درسی بالاش ممکنه که یه چیزی داشته باشه برای تاریخ ادبیات، توی بخش توضیحات انتهایی یه چیزی داشته باشه، ممکنه توی سوالات بعد از متن درس یه چیزایی داشته باشه. همه اینا رو باید مسلط باشین، چون کنکور 1400 اولا به ما نشون داد که از اینها سوال خواهد اومد، دومن کنکور 1400 به ما ثابت کرد و بعد از اون هم در مورد محتوایی شدن وقتی توضیح دادن حتما این مدل سوال خواهد اومد. دو مدلش هم توی ادبیات سال 1400 سوال اومد. خیلی از مشاوران نمیگن، چون اصلا اکثر مشاوران نمیبینن سوالات کنکور رو. من جز اولین جلسات کنکوری که امسال داشتم در کلاس، اینو یک جلسه اومدم کل دفترچه رو از سال یک تا آخر براتون آنالیز کردم. اون جلسه رو اگر ندیدید یه جلسه دیگه احتمالاً مجدد بذارم. سوالات 1400 رو باید 99 بذارم کنار هم، تغییراتشو ببینید که سوال جدید اومد، نترسین.
این از این. پس بچه‌ها کتاب درسی ایناش خیلی مهمه. بریم سراغ تخته بعدی. کماکان برای کنکوریا دارم صحبت میکنم. بریم در مورد درس فیزیک صحبت بکنیم. درس فیزیک بچه‌ها سنجش‌ها رو دیدین؟ سنجش‌های قبلی رو دیدین؟ بچه‌ها متن کتاب بسیار بسیار داره ارزش پیدا می‌کنه. پس متن کتاب رو حتما مفصل و دقیق بخونید. من قبل از کنکور، یکی دو هفته قبل از کنکور، حتما یه جزوه دستنویس خیلی خوشگل، نکات مهم متن کتاب‌ها رو به صورت کامل آماده می‌کنم و براتون خواهم گذاشت. پس نگران نباشید بچه‌های پشت کنکوری هم که متن کتاب رو نمی‌رسن بخونن. یه چیزی بهتون بگم، به جای اینکه به امتحانات نهایی به شکل یه دونه اتلاف وقت نگاه بکنید، به این فکر کنید که یک سوم کل منابع کنکور رو شما اجبار دارید و وقت دارید که 100% کامل بخونید. 100% کامل. پس در فیزیک متن کتاب مجدداً گفتم برای ما بسیار ارزشمنده و نمیخوایم متن کتاب رو از دست بدیم. بریم سراغ شیمی عزیزم. شیمی رو به من بدین. خب بریم شیمی. بریم شیمی. آقا در یک سری از زمانها قبلن سوالات مسئله ای زمان و سوالات مسئله ای، خب در یک سری زمان ها زمان و سوالات مسئله ای داشت همینطور میرفت بالا، الان داره دوباره میاد پایین. الان داره چه چیزی سهمش در بازار شیمی زیاد میشه؟ سوالات مفهومی، ترکیب مفهوم و مسئله و سوالات متن کتاب. عزیزم تو اگر این فرصت رو داری که برای امتحان شیمیت یه وقت خیلی خوبی بذاری، حتما بیا اینا رو قوی بکن، مخصوصا دانش آموزان ضعیف. کیا دغدغه امتحان نهایی دارن؟ بچه متوسط به پایین دغدغه امتحان نهایی داره، وقتمون گرفته شد، به کنکور نمیرسیم و و و. البته یه نکته بهتون بگم بچه ها، امسال 40% تاثیر معدل مثبت. این یعنی هیچی، یعنی اصلا چیز مهمی نیست، یعنی اصلا چیز مهمی نیست، یعنی هیچ چیزی نیستش که شما بخواین ازش بترسین و نگران باشین. حله؟ پس حرفی که باهاتون دارم وقتی ما میگیم 40% تاثیر مثبت، یعنی از تقریبا یعنی هیچی. تقریبا نه، عملا یعنی هیچی. عملا یعنی هیچی. این دوتا رو خوب حواستون بهش باشه، متن و مفهوم مسئله و مفهوم. اینم پس از کتاب شیمی برامون خیلی مهمه. بریم سراغ کتاب زیست. بچه‌ها کتاب درسی هندسه گسسته و کتاب درسی ریاضی در همه پایه‌ها رو منظورمه دیگه، ریاضی، حسابان، فقط تمارینشون مهمه. خیلی حس نمی‌کنم از تعریف‌ها قرار باشه چیز خاصی بیاد. اصولا اگه معلم یا کتاب کمک آموزشی درستی داشته باشین، اونا دیگه اوکی ان. بریم سراغ زیست بچه‌ها. بچه‌ها توی زیست خواهش میکنم خیلی به متن توجه بکنید. عمده سوالات، سوالات چند گزاره‌ای داره زیاد میشه. سوالات چند گزاره‌ای، چند متنی، چند متنی یعنی سوالاتی که داره 2, 3, 4, 5, 6 تا دونه سوال مختلف میاد و میگه چند تاش درسته، چند تاش غلطه و و و و و. برای سوالات چند متنی شما باید به چی مسلط باشین؟ حتما باید به متن مسلط باشین و مفاهیم متن. بچه‌ها مفاهیم از تو چی تکرار و تمرین میشه؟ از داخل تست و جزوه، چون تو کتاب که نیومده مفهومو باز بکنه خیلی. متن از رو چی؟ از رو کتاب درسی. وای اونایی که جزوهشون توش کتاب درسی نداره و میگن جزوهمون کامله. کامل نیست. اگر متن کتاب درسی در داخل جزوه نیست، حتما باید کتاب درسی رو از نظر من بخونید. این از این، این قسمت اول. پس خواستم بهتون بگم امتحان نهایی یک تهدید نیست و یک فرصت برای بچهای ضعیف و متوسط که بتونن خودشونو به درصد بالایی از کنکوریا برسونن. همیشه بچه‌ها فکر می‌کنن تو سوالات زیست ما کلا فقط سوال ترکیبی داریم. اصلا اینطور نیست. یادم نمیره توی لایوی داشتیم با آقای دکتر عمالو، آقای دکتر عمالو توی جمع‌بندی ترم اول اومدن گفتن آقا ما دسته‌بندی کنیم سوالات رو. دسته‌بندی فکر می‌کنم هنوزم لایوش لایوش یا تو کانال یا توی پیج سیف هست. دسته‌بندی که ما داخل اونجا داشتیم، گفتن آقا 10 سوال الی 12 سوال از ترم اول دوازدهم یا وابسته نیست، یا اگر وابسته است کلا به دو تا فصل مثلا وابسته است. تقریبا 19 سوال که اصلا وابسته نبود. یعنی شما ترم اول دوازدهم رو عالی یاد میگرفتین مشکلی نداشتین. این توهم از کجا اومده؟ از آزمونای آزمایشی که آقا همه سوالات چی هن؟
ترکیبیان، اصلا اینطوری نیست. یعنی تو اگر امروز درصد دهه، اگه 15 به 30 40 50 با خوندن این مدت راحت میتونی برسونی. حالا اینت ضعیفه، عمومی تو قوی تر بکن. تو لایوی که هفته پیش داشتیم یه دونه کارنامه براتون گذاشتم، کارنامه‌ای که درصد اختصاصیش خیلی پایین بود، درصد عمومیش خیلی بالا بود. دیدین قبولیش هم فوق‌العاده بود، رشته تاپ پزشکی دندون دارو آورده بود. تو رشته ریاضی هم همینه بچه‌ها. تو لایو کف درصد دیدین واقعا برای سراسری‌های خیلی شهرستان های خوبم شما میتونین با درصد پایین قبول بشین. اگه لایو کف درصد دارم ندیدین، داخل پیجم سیف شده، حتما ببینین کف درصد قبولی برای سه تا رشته ریاضی، تجربی و انسانی. پیج منم که میدونین دیگه، دکتر بشیم، دکتر بشیم .ir. این از دستبندی کتاب درسی. این که برای قبل از هر امتحان برای کتاب درسی باید چی کار کنین. قسمت دوم، بچهای کنکوری، مجدد رو کنکوریای ما، هنوز رو کنکوریاییم، یعنی بچه‌هایی که سال 12 مجدد رو کنکوریان، یعنی بچه‌هایی که سال 12 بچه‌های کنکوری، کاری که بعد از خوندن کتاب درسی باید انجام بدن، همایشای کلاسی رو توی درس‌ها، همایش رایگان امتحان نهایی، همایش رایگان امتحان نهایی حتما حواستون باشه. توی همایش‌های رایگان امتحان نهایی چیزی که ما داریم و خیلی برامون مهمه اینه که بچه‌هایی که خیلی درصدشون پایینه، خیلی کم یاد گرفتن، نحوه حل سوال تشریحی رو یاد بگیرن. اینا رایگان کلاس اینو برای همه گذاشته. نحوه حل سوالات تشریحی رو یاد بگیرن، به علاوه نمونه‌های مهم که تکراریه رو ببینن، نمونه‌های مهم. پس این شد قسمت دوم، اول کتاب درسی، دوم همایش‌های رایگان. بعد از دیدن همایش‌های رایگان حتما برید نمونه سوال کامل تشریحی حل بکنید. نمونه تشریحی خیلی مهمه. اینا شد اولویتتون برای امتحان نهایی. دانش آموزی که قوی، زرنگ، قبلا خوب خونده، حواسش بوده، دیگه امروز شروع نکرده تازه بخونه، بعد از اینا میتونه بره چیکار بکنه؟ تست هاش رو تکمیل بکنه. تست اول اولویت اینه، تست منبع اول تکمیل بشه. اگر منبع اولتون خیلی گنده است و هیچیشو نزدین، کم زدین، مسلط نیستین، یه کتاب کوچولو شروع بکنید. کتاب کوچولو که سطحش هم خوب باشه، به درد کنکور نسبتاً بخوره، چیه؟ کتاب سه سطحی قلمچی یا موجازمون بگیره، سه سطحی قلمچی بگیره یا موجازمون بگیره یا فصل آزمون بگیره. از توی اینا یک آزمون حداقل از هر مبحث حل بکنه، یک آزمون از هر مبحث حل بکنه. یه دونه آب اگه محبت کنی، من جسارت میکنم، یه دونه سه سطحی قلمچی و موجازمون، یه دونه آزمون حداقل از هر مبحث که من بچه خودم که گذاشتم، حتی بچه شروع از صفر، گاهن خیلی 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 مقداری که دارن میزنن بیشتر از یک آزمونه، یه دونه کتاب رو دارن کامل میکنن. ممنونم از محبتتون. پس اینم شد قسمت کامل کنکوریا. این بخش اول کنکوریاست. دوباره توی ادامه بعد از اینکه پشت کنکوریا رو یه چیزایی بهشون گفتیم، به صورت کامل باهاتون جلو خواهیم رفت. بچه‌ها تعدادی میپرسن آقا سوال چشم سبز نمی نویسیم. بچه ها میگن سبز ننویسیم، چشم. بچه ها گفتم کنکور 12 همایش رایگان امتحان نهایی، نمونه تشریحی، تست منبع اول، سه سطحی قلمچی، موج، اینا که معلومه دیگه، حله. خب خب این ازید. پس قسمت اول کنکوری 12 چی شد؟ تموم شد. حالا کنکوریای 12 در کنار اینا اگر وقت اضافه آوردن اولویتشون چیه؟ اولویتشون کنکورهای عمومیه. چه کنکورهای عمومی رو بزنیم؟ صبر کنید بچه‌ها، بچه‌های ترم اوله، بچه‌های پشت کنکوری رو که بهشون توضیح دادم، بعدش می‌ریم سراغ اولویت عمومی‌ها برای کنکوری‌ها و پشت کنکوری‌ها. اولویت بعدیشون کنکور جامعه. اولویت بعدیشون کنکورهای جامعه هستش. پس برای کنکورهای جامعه حواستون باشه، شما کنکور عمومیتون اولویت داره به کنکور جامعه. چرا؟ چند تا داستان. بچه‌ای که قوی ان که تکلیفشون مشخصه، من تو اونا گفتم لا امتحاناتشون کنکور هم میزنه. بچهای متوسط با زدن کنکور عمومی، بچه عمومیاتون خیلی میاد بالا. محمد صادق و دفعه پیش من توی پیج خودم که لایو گذاشتم بهتون نشون دادم، وقتی که کنکورها میاد بالا عمومیهاش خیلی مؤثره.
همه بچه‌هایی که تو این لایف هستن، چه کامل خوندن، چه ناقص، چه بد، اگر حداقل درصد 30 رو توی همه درس‌های عمومی دارن بهشون میزنن، قول بهتون میدم 100% کنکورا رو بزنید، 100% رو تحلیل کامل بکنید. ادبیات بالای 60 میاد، حرف علکی هم نزدم دیگه، محمد صادق کارنامه‌اش رو دفعه پیش آوردم دیدین 60% فارسی میشه، بقیه درصدا بالای 80 حتما میزنید، مگر اینکه یه چیز جدیدی تو کنکور بدن که تا سال 1400 نیومده باشه. اما 80% و 60% برای ادبیات و بالای 80% برای عمومیای دیگه رو حتما میتونید بزنید. پس از دست به هیچ وجه ندید زدن کنکور عمومیو. این به خاطر اینه که شما ممکنه جامعه بزنی، باید تحلیل درمانی بکنی. تحلیل درمانی چیه؟ قبلا توضیح دادم، اون معجزه ایه که همه بچه‌ها رو در ماه‌های آخر من باهاش قبول میکنم. قبلا هم براتون کلاسشو گذاشتم و دیگه فکر کنم که در هیچ پیجی در ایران به تعداد من در 2 ماه قبولی، در 3 ماه قبولی، در 4 ماه قبولی ندیدید. تحلیل درمانی معجزه است. دیشب من با یکی از دانش آموزان دعوا کردم، با 2 تا از دانش آموزان، بچهای خصوصیمون، آقا چرا تحلیل درمانی انجام نمیدی؟ یک مقاومت عجیبی دارن، هی حس میکنم ما باید مطلب جدید بخونیم، درس جدید بخونیم، درس جدید به تو دیگه کمک نمیکنه. سوال بعدی که برای بچهایی که امتحان نهایی دارن پیش میاد، که ما آقا کنارش کلاس داریم، کلاس‌ها رو چیکار بکنیم؟ کلاسی که الان داری میری 2 قسمت داره دیگه، کلاسایی که در حال حاضر میری 2 قسمت داره. یا کلاسه رو قبلا توی درته سالانه یاد گرفتی، تست زدی و و و، یا کلاسه رو درته سال یاد نگرفتی یا تست نزدی و و و. اوکی، ببین اگر یاد گرفتی که مشکلی نیست، کلاسه الان داره تو نکته و تست برای دوره میشه، کار جدیدی نیاز نداره، منو شرمنده میکنی، مرسی، نیاز نداره. اگرم یاد نگرفتی، الان مباحثی که یاد نگرفتی از نظر من دارم بهت میگم، اینو تو الان متوجه نمیشی، میگی نه من همه رو باید یاد بگیرم، اینا رو حذف چی بکن؟ عمقی بکن. حذف عمقی همون چیزی که تو لایو واریان حیدری به توضیح دادم. حذف عمقی یعنی این که مطلب رو در حد کلاس نکته و تست یاد بگیر. آقا این به چه درد میخوره؟ مگه کنکور فقط در این حد جواب میده؟ بله، سخت‌ترین مبحث کنکور از نظر بچه‌های نظام قدیم شاید هندسه بود تو ریاضی تجربی. توی رشته ریاضی هم هندسه رو خیلی ها نمی‌زدن، اما پارسال کنکور 1400 بسیاری از ساده‌ترین سوالات از هندسه بود. یعنی کسی که در حد کلاس نکته و تست فقط سر کلاس بود، جزوه رو خونده بود، بعدش هم یه دوره کرده بود، حداقل 2 تاشو میتونست بزنه و ساده بود، سلیس بود، روان بود متن هندسه. این از این. حذف عمقی رو از کجا یاد بگیریم؟ توی پیج من 2 تا دونه پست هست که نوشته نحوه حذف مباحث. اولیه حذف مباحث اینه که توش حذف عمقی رو توضیح دادم، که حذف عمقی رو گفتم، حذف کور رو گفتم و و و، که خیلی به درد این برهتون میخوره. دومیش که پروفایل کاورش دوباره حذف مبحث، کارنامه کف درصد است. یعنی با چه کف درصدی میتونی قبولی داشته باشی؟ من امروز اینا رو بعد از کلاس استوری میکنم، حتما بتونید استفاده بکنید. بچه‌هایی که در کلاس یاد گرفتن که تکلیفشون معلومه، قبلا یاد گرفتن. بچه‌هایی که یاد نگرفتن، مطالبی که الان دارن یاد میگیرن حذف عمقی کنن. حذف عمقی یعنی فقط در حد کلاس نکته و تست، بخون مطالب و بزن و برو جلو. تا اینجا اگه حال کردی یه دمت گرم بزن، من ادامهشو برم. ماشاءالله. آقا من دارم واقعا وقت نمیگیرم ازتون. جلسه امروزمونم کوتاهه، جلسه امروزم بسیار کوتاهه و میخوام واقعا یه کار خوشگل جمع و جور بکنیم. بزن ببینم، بزن حال کنم. ماشاءالله دمت گرم ماشاءالله به همتون، خدایی حال کردم، مرسی از شما. پس بچه‌ها این قسمت اول بچه‌های کنکوری، این که چه کنکور عمومی رو بزنم بعدش میگم، هستین تو جلسه، این که کدوم کنکور اختصاصی رو بزنم بعدش میگم. بچه‌ها بریم سراغ بچه‌های پشت کنکوری، خوب یاد بگیرن عزیزای دل من. بچه‌های پشت کنکوری، یه دونه مثالی هست، مثال خیلی قدیمی مصطلح مال من هم نیست، احتمالاً از مشاورای دیگه هم شنیدین، اسمش مثال باغ سیبه. چیز خیلی عجیبی هم نیست که ابداعی باشه، مثال باغ سیبه. خوب گوش کن آقا، میگه شما یک باغ سیب داری. خوب گوش کن، میگه که این باغ سیبو
میگه شما خوندن مطالب جدید، مطالب جدید، مطالب جدید مثل چیدن سیبه، مثل چیدن سیبه. جمع بندی مثل چیه؟ خوب گوش کن. جمع بندی مثل چیه؟ مثل بسته بندی کردن، بندی کردن سیبه. زدن نمونه کنکور، زدن نمونه کنکور سالهای قبل مثل چیه؟ گلم به من بگه. زدن نمونه کنکور سالهای قبل مثل بردن سیب سر وقت به بازاره، سر وقت به بازاره. و فروش سیب چیه؟ اگر تو بتونی سیباتو خوب بفروشی، موفقیتت در کنکوره. حالا اینا رو میخوام به توضیح بدم چیه موفقیتت در کنکوره. شاید هم نشینه باشه، حتی من کلاسای اکثر مشاورا رو بررسی میکنم، اما این ایده من نیست، قبلا منم یه جایی خوندم یا دیدم یادم نیست. خب بچه ها، خیلی ها از بچه هایی که چند بار کنکور دادن چه کنکور ندادن، متاسفانه تو دام اینن، افتادن تو دام عاشقی، نه مطالب جدید. خیلی ها تو دام اینن. طرف کل سال هیچی نخونده، هیچی یاد نگرفته، میگه من تا شب کنکور میخوام مطلب، این چرا اینطوریه، مطلب جدید میخوام یاد بگیرم. طرف کل سال هیچی نخونده، میگه تا شب کنکور میخوام مطلب جدید یاد بگیرم. یه سوالی، تو شب عید بازار فروختنته، خب این کارا برای ما نزدیک به 20 الا 30 روز طول میکشه این کارا. تو تا شب عید سیبا رو چیدی، گذاشتی این پایین، نه بسته بندی کردی، نه نمونه شو، نه سیبا رو بردی به مغازه، نه فروختی، آیا شما موفق میشی؟ بزن ببینم موفق میشی یا نه. نه نه جمع، فرض کن طرف میاد توی این مطلب میمونه، هی میگه من میخوام جمع بندی بکنم، آقا من دارم هی دوره میکنم، هی جمع بندی میکنم، نمونه سوال کنکور نمیزنه، هی تاکید میکنم، تو تجربه زدن کنکور نداشته باشی استراتژی رو یاد نمیگیری. بچهایی که استراتژی رو بلد نیستن، حتما من جلسه قبلی که کلاسی رو بودم تو دو تیک لایو رو سیف کردم، یک شنوشتم پارت یک، یک شنوشتم پارت دو، داخل همین پیجم هست. پارت یک استراتژی ها رو توضیح دادم برای بچه‌ای که الان شروع کرده، برای بچه‌ای که اسفند شروع کرده، برای بچه‌ای که قبل از بهمن شروع کرده و برای بچه‌ای که از اول سال شروع کرده. 4 تا استراتژی مختلف گفتم، رشته ریاضی، رشته تجربی، استراتژی عمومی، زمان‌های نقصانی، همه رو گفتم. استراتژی ها مطابق با کنکور سه دفترچه جای دیگه با این دقت خودم پیدا نکردم گفته باشم، حتما برید ببینید. طرف تو جمع بندیه، دائم داره توره میکنه، دائم داره تستای جامعه تک درس میزنه. من میگم این کارو نکنی میتونی برسونی بفروشی سیب، تو نمیتونی برسونی، یعنی تو بردن سیب اگر به بازار نداشته باشی نمیتونی برسونی. ولی شما زمانی موفقی که حد اکثر مقدار رو بتونی بچینی، حد اکثر مقدار رو بتونی جمع‌بندی بکنی، حد اکثر مقدار رو بتونی ببری بالا، و سر وقت که به بازار شب عید برسه همش فروش میره. بسیاری از دانش آموزان که میبینی، من میگم تو 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبول کردن، بابا اینا 100% مباحث نخوندن، 60% خوندن، 70% خوندن. آقا ممکنه مثل کنکور 1400 از یک سری مباحث کم سوال بیاد، اونایی که ما خوندیم به اون تعداد سوال نه. بله توی که 2 ماه 3 ماه آخر کنکور داری میخونی، باید پیهین هم به تنت بمالی که از یک سری مباحث نهد، که البته تو کنکور تک و توک مبحث اینقدر جا به جا میشن. همیشه میخوای اینو مثال بزنن، میگن مشتق 98 4 تا اومد، نه 1400 2 تا اومد. بابا همه مباحث که اینطوری نیستن، ولی پیش میاد. بچه‌ای که من میارم میبینید قبولشون کردم، اینا 60-70% خوندن، از این 60-70% کلشو جمع‌بندی کردن، تو نمونه‌های کنکورشون تحلیل درمانی کردن و در زمان فروش رسیدن همه اونا رو فروختن، چون 5 روز قبل عید رسونده بازار، بازار داغ، همه منتظر سیبن. نمونه رو متوجه شدی؟ نمونه رو متوجه شدی؟ الان میخوام بهت بگم چیکار کنیم. یه نفر نشه خب چیکار کنیم؟ خب نمونه رو الان دارم میگم که بهت بگم چیکار بکنیم. اول میخوام اینو برای جا بندازم، بعدش بریم سراغ بچهای پشت کنکوری. عزیزای دلم، تا کی مطلب جدید بخونی؟ پستشو مفصل تو پیج گذاشتم، بازم بگم پیج من رو بچهایی که ندارن، پیج من دکتر بشیم.ir هست،
www.mohammadamin.ir بچه‌ای که از توی کلاس اینو اومدن حواستون باشه، بچه‌های گل من خوب نگاه بکنن، بچه‌های عزیز دل من خوب نگاه بکنن، این که پیج منه داخلش تا کی مطلب جدید بخونیم و کامل گفتم و این توضیح برای بچه‌ها. یه نفر گفته راجع به سهمیه جانبازی میفرمایید، یه سوالی دارم. تو اگر سهمیه جانبازی نداشته باشی امروز می‌خوای بری یه نفر رو جانباز کنی سهمیه بگیری؟ تو اگر سهمیه جانبازی داشته باشی تأثیرشو در کنکور میذاره دیگه، نداشته باشی هم نمیذاره. الان وسط این مطلب مهم آخه من دوتا قوری بذارم اینجا چی یاد میگن زده تحمید تن ای خدایا خدایا خدایا، یعنی واقعا عجیب غریبه ها، یه سری سوالا واقعا تکان دهنده است. بچه ها حالا بچه های پشت کنکوری چی کار بکنن؟ پیشنهاد من این پیشنهاد منه، پیشنهاد منو اول من پیشنهاد خودمو بگم. پیشنهاد من بچه ها حد اکثر تا 5 الی 10 خرداد با کلاس هاتون 100% جلو برین، 100% تکالیف رو انجام بدین، 100% بر اون مباحث هم تست اضافه تر بزنید. حالا پیشنهاد من رو اگر بخوای خیلی دیگه شلش بکنی که پیشنهاد من نیست، میگم اینو بکنیش 15 خرداد که البته باز پیشنهاد من نیست. یعنی چی؟ یعنی کل کلاس رو کامل ببین، یعنی جزوه و تستای داخل جزوه رو 100% بزن و بعدش هم برو از یه کتابی 100% کار بکن که بتونی اونو کامل یاد بگیری. بعد از این تایم باید چی کار کنیم؟ اگه کسی بگه حال میکنم، بعد این تایم کلاس ها رو دیگه نباید ببینیم؟ کلاس هایی که میبینیم باید مطالبش رو چیکار بکنیم؟ ماشاءالله حذف عمقی، حذف عمقی. بعد از این تایم در حین زدن آزمون های جامعه کلاس هامون رو باید ببینیم، اما باید حذف عمقی کنیم. یعنی زمانی که شما اون مطلب رو در کلاس میبینی صرفا 100% کلاس رو میبینی، 100% کلاس رو میبینی، فقط در حد جزوه و تکالیف، در حد جزوه و تستایی توی جزوه و مبحث رو میخونی. این قسمته میشه 0% دیگه، نمیری تست تک مبحث از یه کتاب دیگه هم بزنی. پس چقدر تفاوت کرد؟ تو فقط تایم کلاست میره، بقیه تایم تو کنکور میزنی، عمومی میزنی و جمع‌بندی میکنی. متوجه شدی؟ متوجه شدی؟ یه نفر دیگه زده راجع به سهمیه جانبازی میفرمایید. متوجه شدی؟ بچه‌ها یه تعدادی میگن امتحان نهایی و موقع رو چیکار کنیم؟ آی کیو این راجع به پشت کنکوریاست. دارم راجع به پشت کنکوریاست صحبت میکنم. کنکوریا رو 6 تا 7 تا اسلاید براتون نوشتم چیکار بکنید. مجددم برمیگردیم دوره میکنیم. این برای پشت کنکوریاست. وسط کلاس میای دیر اومدی نخوا زود برو. خب بچه‌ها ویدیوی تحلیل درمانی براتون میذارم. گریه منو درآوردی. گریه منو در آوردی. یه نفر اشتباه استاد راجع به سهمیه معلولین ذهنی، حتما به تو چیز میشه، حتما تو این سهمیه رو داری، اوکی تو برنده ای. خب بچه ها این خیلی از وقتتون رو سیو میکنه. مثال بهتون بگم، استاد ایکس میاد میگه کلاس منو ببینین، روزی 3 ساعت هم بخونین، تا 5 الی 10 خرداد، در اکثر تا 15 خرداد 3 ساعت روزیش هم بخون، اما بعد از اون فقط حذف عمقی. حذف عمقی یعنی مطلب رو حذف میکنیم، خیر، یعنی در عمق کلاس یاد میگیریم دیگه، نمینیم بیشتر از اون تست بزنیم. تا اگر تست آسون و متوسطی اومد تو کنکور بتونیم بزنیم، مثل هندسه پارسال که اگر یه نفر یه کلاس هندسه خوب رفته بود، جزوه همونو یه دور دو دور خونده بود، تستاشو حل کرده بود، حذف عمقی انجام داده بود، تست هندسه‌ش هم میزد. و این زمانی که برای ما سیو میشه زمان فوق‌العاده‌ایه بچه ها، زمان بی نهایتیه. این زمانی که از اینجا سیو میکنیم میدیم به چی؟ میدیم به کنکور عمومی، میدیم به کنکور جامعه. حله. حالا آقا حذف عمقی برای پشت کنکوریا با کنکوریا چه فرقی میکرد؟ پشت کنکوریا الان امتحان نهایی داره، کل کلاس هایی که در تایم امتحان نهایی هست و باید حذف عمقی بکنه. از نظر من،
اگر دبیرتون نظر دیگه ای داره میتونید نظر ایشون رو انجام بدین، ولی پیشنهاد من مشاور اینه شما اصلا نمیرسی اگر بچه ضعیفی هستی در این حد که هیچ کدوم از مطالب در طی سال جمع نکردی، تو 3 روز نمیتونی ریاضی نهایی تو 100% جمع کنی. تازه من پیشنهادم اینه تو اون 3 روز ریاضی نهایی تو جمع کن، کلاس حیدری و سادات رو حتما ببین، کلاس چیزشون و کلاس امتحان نهاییشون رو، تستم از 12 بزن، تستی هم میخوای کار بکنی از 12 تست بزن، نمیرسی همه رو جمع بکنی. پس متوجه شدیم بچه ها تفاوت بچه های کنکوری و بچه پشت کنکوری در چیه؟ در زمان حذف عمقیه. کنکوری از 1 خرداد که امتحان داره یا از 1 روز قبلش حذف عمقی رو شروع میکنه، پشت کنکوری از کی؟ از 5، 10 یا 15 خرداد. بچه ها متوجه شدین؟ همه فهمیدن؟ متوجه شدین؟ کارنامه‌ای که باید این جلسه نشون میدادم و توی 2 جلسه قبل‌تر یه دانش آموز آوردم. حله بریم. بچه ها متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ معلول ذهنی هم متوجه شد یا نشد؟ آقا ما توهین نمی کنیم، ما نوکر همه هستیم، ولی اینجا بعضی دارن نمک می ریزن و واقعا نمکش هم نمک جالبی واقعا نیست، ولی اینه که به نظر من اینه که دلتون رو بدیم به کلاس. واقعا توی این تایم واقعا نیازه که یه کار جدی بکنیم و یه چیزایی نیاز به دقت زیاد داره. و یه چیزی هم بگم بچه ها، خدا وکیلی با کلمه معلولیت و جانبازی شوخی نکنین. یه چیزی نمیخوام بگم دیگه، میگفتم میگفتین آقا اومد جلو دوربین گفت این کارو میکنم، اینو ولش کن. با کلمه معلولیت و جانبازی هیچ وقت شوخی نکنید، هیچ وقت شوخی نکنید. بسیار واژه سنگینیه و خیلی از معلول ها از من و شما توانمندترن، خیلی از معلول‌ها از من و شما مهربون‌ترن، خیلی از معلول‌ها از من و شما فهیم‌ترن و همه ما معلولیم. یکی در جسم و ظاهر معلولیتش معلومه، یکی هم در جسم و ظاهر معلولیتش معلوم نیست. منی که اخلاق بد دارم از اخلاق معلولم، منی که درست وظیفه‌مو انجام نمیدم در وظیفه معلولم. و متاسفانه اینه که یه وقتایی هستش که یه فیلم اتفاقا براتون میذارم، یکی از قهرمانهای دو آسیا، میدونین که 2 پا نداره، شاید براتون خیلی عجیب باشه، فیلمشو حتما براتون امروز یادم باشه پست بکنم. بچه ها خواهش میکنم بگیم. و یه چیزی میگم، با کلمه معلولیت هیچ وقت هیچ جا شوخی نکنید. فقط همینو میخواستم بگم، نمیخواستم بگم که یه چیزی هم میخواستم راجعش توضیح بدم، انشالله بعد کنکور. بچه ها بریم، بریم سراغ برنامه‌مون. یه کار خیلی خفن داشته باشیم، یه کار خیلی 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 هیولا داشته باشیم که انجام بدیم. پس بچه های کنکوری، من اینو بگم چون بچه ها بعضی ها وسط کلاس اضافه شدن، بچه های کنکوری و بچه های پشت کنکوری صرفاً تفاوتشون در چیه؟ زمان حذف عمقی. عزیز دلم، منی هم که دارم این حرفو به تو میزنم، خودم فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ام، خودم درس خوندم، هم قبل از کنکور، هم بعد از کنکور، هم برای پرانترنی، هم برای استاجری و و و. منی که دارم بهت میگم این مسیر رو رفتم. خیلی ها این مسیر رو ممکنه نرفته باشن. نظری که داره میده یک کسی که این مسیر رو نرفته به عنوان مشاور، شاید اونقدری مطابق اون چیزی که شما باید انجام بدین نباشه. من این مسیر رو رفتم. به تعداد منم فکر نمی‌کنم دانش آموز در زمان کم کسی رسونده باشه. تو پیجم میتونی کامل ببینیم. و کنکوری‌ها و پشت کنکوری‌ها تفاوتشون در زمان حذف عمقیه. حذف عمقی چیه؟ قبلا دیگه توضیح دادم، یعنی در حد کلاس نکته و تست بخونید. بچهای کنکوری تا کی؟ تا 31 اردیبهشت الی 1 خرداد. بچهای پشت کنکوری هم 5 تا 10 خرداد به بعد و باید حذف عمقی بکنن. بریم سراغ ادامه بچهای پشت کنکوری. بچهای پشت کنکوری باید چیکار کنن؟ بچهای پشت کنکوری بجز کسایی که تازه مثلا 1 هفته 2 هفته از شروع کردن، تاکید میکنم بجز بچه که تازه 1 هفته 2 هفته 3 هفته شروع کردن، یه کله هیچی نمیدونن، حداقل
هفته ای حداقل هفته ای باید 2 الی 3 کنکور عمومی بزنن. حداقل هفته ای باید 1 کنکور جامع بزنن. بچه ها کنکور جامع زدی، تحلیل درمانی نکردی، تحلیل آزمون نیست اینا، این خیلی خفن تره. تحلیل درمانی نکردی، تحلیل درمانی نکردی بریز دور، اصلا نخوندی هم نخوندی. حداقل هفته ای 2-3 تا عمومی، حداقل هفته یه دونه جامع و تحلیل درمانی. آقا کنکور عمومی چیا باید بزنیم؟ خوب گوش کنه، کنکوری و پشت کنکوری گوش کنه. بچه ها اگر از قبل کنکور عمومی شروع کردید، 95, 96, 97 زدید، اگر نزدید به خاطر اینکه زمان کم مونده، بچه های کنکوری چون زمان کم تر دارن از 98 به بعد بزنن. بچه های این میشه بچه های کنکوری یا 12. خب بچه های پشت کنکوری چون وقت بیشتری دارن، اگر خیلی صفر نیستن و خیلی کلاساشون زیاد نمونده و خیلی عقب نیستن از 97 به بعد، اگر نه چیز همون 98 به بعد. آقا ما خیلی وضعیتمون خرابه، هم کنکوریم هم از کلاس ها عقب افتادیم، خیلی وقت کم میکنیم، هفته یه دونه میتونیم عمومی بزنیم، شما از 99 به بعد بزن. آقا کنکور عمومی چیه؟ من این برام اولین باری بود که امسال واقعا از من سوال شد که کنکور عمومی چیه، و این غیر حضوری شدن مدارس واقعا چون ارتباط بچه ها رو قطع کرده از کنکور، به عنوان یک مطلب بسیار مهم خدمتتون عرض بکنم. کنکور عمومی 4 درسه اول عمومی، 4 درس اول عمومی همه رشته هاست: ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان و خارج. ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان و خارج. ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان و خارج. چیه اینا؟ بچه ادبیات عربی، دینی، زبان تو اینا مشترکه، شما میتونید اینا رو کنکورشو بزنید. حالا اگر شما دانش آموز رشته ریاضی هستی، کنکور ریاضی و کنکور خارج رو نباید بزنی، باید نگه داری اینا رو جامع بزنی. چه کنکورایی رو باید بزنی؟ تجربی، انسانی، هنر، زبان. آقا از کدوم چیزا بزنیم؟ از چه رفرنسی رو پیدا بکنیم بزنیم؟ کتاب دور دنیای عمومی، کنکوریوم عمومی، زرد قلمچی عمومی. آقا ما گفتیم زرد قلمچی ریاضی رو داریم، زرد قلمچی تجربی رو داریم. نه عزیزم، اون توش عمومی رشته انسانی و هنر و زبان رو نداره، تجربی رو نداره. اگه تو رشته ریاضی، اگه رشته تجربی، ریاضی و انسانی و هنر و زبان رو نداره، پس اگر میخوای اونها رو هم کنکور 99 و 1400شون رو ببینی و از تغییراتشون ایده بگیری، باید کتاب کنکور عمومی رو تهیه کنی. آقا ما تو کنکور زدن و کنکور عمومی زدن آلودگی هوا فکر کنم خیلی زیادی یا یه چیزیم شده، من اومدم اصلا سمت میدون انقلاب کلن دیگه نفسم اینطوری شد بالا نمیاد، نمیدونم چرا. ما صبح تا شب داد میزنیم ولی اینجا اصلا نفسم بالا نمیاد یه لحظه. اینها دور دنیای عمومی و کنکوریوم عمومی و زرد قلمچی همه این رشته ها رو دارن. زرد قلمچی اینطوری که سالیانه نیست، نشه 99 فلان فلان فلان، اومده کنکورا رو بازسازی کرده، اگر اشتباه نکنم سوالاتی که نظام قدیم بوده رو با سوالات خودشون جابجا کرده. یه سوالی، آیا ما میتونیم دفترچه کنکورای سراسری رو این خانم زهرا اکبری رو بندازیم بیرون؟ چون من گفتم با معلولیت و جانبازی شوخی نکنید، اینا چیز شوخی داری نیستن، اصلا راجع به این دوتا من سر کلاس شوخی ندارم. همه هم کسایی که از قدیم منو میشناسن میدونن من چرا روی این موضوع حساسم. معلولیت و جانبازی شوخی نداره. هر کسی راجع به این قضیه شوخی که اصلا راجع به این قضیه صحبتی که شوخی که سوالی داشتن بپرسن، کامل بندازینشون بیرون. یه چیزی رو وقتی یک بار میگیم یعنی جالب نیست دیگه، هی بخواین تکرار بکنین واقعا.
یک بار گفتم یه همچین قضیه شوخی بردار نیست. خب بریم سراغ ادامه. آقا ما کنکورها رو میتونیم از اینترنت دانلود کنیم بزنیم؟ کنکور عمومی، کنکورهای تجربی، ریاضی مال سالهای قبل؟ خیر. چرا؟ بچه ها هر سال کتاب ها تغییرات دارن، هر سال کتاب ها تغییرات دارن. این تغییرات رو انتشارات ها، این تغییرات رو انتشارات ها اومدن چیکار کردن؟ در قالب تعویض سوالات با کنکورهای نظام جدید عوض کردن. یعنی شما دفترچه 98 تجربی رو بگیری با اون چیزی که در کتاب مثلا کنکوریوم تجربی داری میبینی کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. پس از اینترنت دانلود نکنید بزنید، حتما از انتشارات ها باید تهیه بکنید و سوالاتشون رو بتونید بزنید. خب پس گفتیم تفاوت بچه های کنکوری و پشت کنکوری در زمان حذف عمقی. حالا من گفتم کنکوری ها تا پشت کنکوری ها تا 5 10 15 خرداد، 5 الی حد اکثر 15 خرداد چیکار بکنن؟ مطلب جدید میتونن بخونن و کامل تمرین بکنن. باز من پیشنهادم 5 الی 10 خرداده. 15 خرداد گفتم در بدترین حالت کسی که دیگه خیلی جدید شروع کرده. در این مدت شما باید چیکار بکنید؟ اگر کلاس دارید باید کامل کاراشو انجام بدین. آقا روزانه میگه آقا یک ساعت روزانه من تکلیف میدم، هر روز باید انجام بدی، کامل باید انجام بدین. اگر هیچی نخوندید باید انتخاب مطلب بکنید، انتخاب مطلب بکنید. کاری که من مثلا برای شاگردای خصوصیمون هم انجام میدیم، بچهای کلاسینویی هم به منتوراشون گفتیم بچهایی که انتخاب مطلب انجام میدن میتونن یه سری از اون چیزایی که در برنامه هست رو خودشون حذف بکنن و با انتخاب مطلب خودشون مبحث دیگه‌ای رو جایگزین بکنن. انتخاب مطلب انجام میدیم. اون برای این انتخاب مطلب برای کسی که یه هفته دو هفته شروع کردن ها، این برای کسی که یه هفته دو هفته شروع کرده. انتخاب مطلب انجام میدی، همون مطالب رو 0 تا 100 میخونی. 0 تا 100 مثل اول سال تست میزنی. چرا؟ بچه‌هایی که دیر شروع کردن نیفتن توی تله آموزش گنده. آقا آموزش گنده یعنی شما حجم مطالب زیادی رو میخونی هیچ کدومش یاد نمیگیری. طرف تراکتوری داره فقط مطلب میخونه، نه تمرین میکنه، نه جزوهش رو میخونه، نه تکالیفی که استاد میگه رو انجام میده. شوخی ندارن اصلا. در مورد اینکه نکته تستاتون تا 20 طول میکشه من توضیح کامل دادم دیگه، باید چه کار بکنی نکته و تستا رو. بچه ها انتخاب مطلب باید انجام بدین، 0 تا 100 مطلب رو مثل اول سال بزنید و انجام بدید. در کنارش حتما بچه هایی که حداقل 30-40%، من چند هفته پیش که پست گذاشتم درصد دیگه رو گفتم به علت تفاوت زمانی با الانه، حداقل 30-40% خوندن باید کنکور عمومی 3 بار در هفته بزنن. خارج از برنامه 3 بار در هر هفته باید کنکور عمومی بزنیم به صورت کامل. 3 بار در هر هفته باید کنکور عمومی تو رو کامل داشته باشین. و بچه‌هایی که 50% به بالای مطالب رو خوندن باید کنکور اختصاصی رو داشته باشن. خب بچه‌هایی که حتی 40% به بالا هم مطالب رو خوندن به نظر من کنکور اختصاصی بدن. آقا ما مطالبی رو که نخوندیم تحلیل درمانی بکنیم؟ بیا بهت توضیح بدم. میگه آقا من کنکور دارم میام میزنم، یه سری از مطالب وجود داره خب که الان مسلط نیستم. میگم مسلط نیستم و برای من بیا توضیح بده. اگر مطالبی که مسلط نیستی اصلا تا الان لاشو باز نکردی، اصلا نخوندی، سر کلاس نبودی، اینو اصلا وارد تحلیل نکن. اصلا این تحلیل نمیشه، اصلا چیشو میخوای تحلیل بکنی؟ آقا بریم تو تحلیل مبحث رو یاد بگیری، اصلا وارد تحلیلش نکن. اگر قبلن مسلط بودی، آقا من 11 مسلط بودم این مبحث رو، تستاشو میزدم، الان 1 سالی که کار نکردم یا پارسال عالی میزدم، اینم توهمی نباشه. بچه کنکور سال 11 هم میشه 5% میزده ریاضیشو، میگه من تابه عالی مسلط عالی هرچی معلوم دارم، توهمی نباشه. اگر قبلا مسلط بودی حتما وارد تحلیل درمانی بشه، وارد تحلیل درمانی بشه. اگر مطالبی هستش که در حذف هاتونه، در حذف ها
حالا حذف کور بوده، عمقی بوده یا اولویتی بوده فرقی نمی کنه. اگر کور بوده کلن اصلا وارد هیچ حذفیش نمی کنیم. اگر حذف عمقی بوده، اگر از هر سوال غلطه در تحلیل درمانی برای درسای دیگه داری 15 تست به ازای هر غلط میزنی، اینو میاری کف تعداد تست، 5 تا تست ازش میزنی، چون این حذف عمقیه. قراره فقط اگر سوال آسون ازش اومد بزنم. بچه‌هایی که جلسات رو ندیدن ممکنه نفهمن اینایی که دارم میگم. کلا میدونین جلسات مشاوره اینطوریه دیگه، گراهام بل و ادیسون و نمیدونم استیون هاکینگ رو میان مثال میزنن، بعد اصلا به شما راهکار نمیگم. من در هر جلسه دارم راهکار یاد میدم به شما، راهکار این که تو بشی اون آدمه که مثالش میزنن سال بعد، نه اینکه جلسه انگیزشی برای این موقع سال به چه دردی میخوره. اصلا 40 روز آخر انگیزه میخواد مگه؟ به نظر من اگر شما جلسه ای داری میذاری باید راهکار بدی. من چه کار بکنم در 40 روز آخر؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ از اول سال دیگه پای کلاس انگیزشی نشسته دیگه. ما هم میذاریم بله انگیزشی واسه وقتی که 10 ماه، 8 ماه، 7 ماه، 6 ماه، 5 ماه تا کنکور مونده، تو حوصله نداری این 5 ماه رو بخونی. دیگه 40 روز مونده به کنکور، یا میخوای بخونی یا نمیخوای بخونی. نمیخوای بخونی پای این کلاس چیکار میکنی اصلا؟ پس اگر کور بود وارد تحلیل نمیکنیم. اگر حذف عمقی بود کف تعداد تست رو به ازای هر غلط میزنیم. اگر حذف اولویتی بود حتی از اینم کمتر، 2 الی 3 تست به ازای هر غلط میزنیم. یه بار بگم تحلیل درمانی بچه ها خلاصش چیه. تحلیل درمانی یعنی این که علاقه بر این که کنکور رو سوال به سوال تحلیل میکنی، غلطت رو یاد میگیری، گزینه به گزینش رو یاد میگیری، از هر زیر مبحث که غلط زدی بین 5 تا 20 تست دوباره میزنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما در مبحث گرما، مثال عرض میکنم، انبساط رو بچه ها داشتن، مثال آب و یخ رو بچه ها داشتن، این انبساط، این آب و یخ، واسه این دوتا که به هم دیگه کاری ندارن. تو اگر در کنکور انبساط غلط زدی در آزمون آزمایشی، باید بری بین 5 تا 20 تست فقط از زیر مبحث انبساط بزنی. اگر آب و یخ غلط شی، بین 5 تا 20 تست از مبحث آب و یخ. به این میگن چی؟ به این میگن دوره هوشمندانه. دوره هوشمندانه یعنی چی؟ اینو بهت بگم. ببین مشاوره یه کار علمیه، تو باید این مسیر رو رفته باشی. اینکه یه چیزی شنیده باشی متوجه نیست. یه سری میگن همه این مباحث رو جمع میکنی، همه این مباحث رو در چه تایمی جمع میکنی؟ طرف 20 روز مونده به کنکور، 30 روز، 40 روز، مگه 100% مباحث 3 سال رو میتونه جمع بکنه؟ چه بچه‌ای میتونه بهترین استفاده رو بکنه؟ اینی که میخواد 100% مطالب رو دوره بکنه، دفعه اولی که اینو خونده یه چیزایی رو ندیده، یه چیزایی رو یاد نگرفته. مطمئن باش توی دوره این دفعه هم که دوره سریعه همونا رو هم نمیبینه و یاد نمیگیره. اما من میام ببینم دقیقاً کدومو بلد نیست. میام دوره هوشمندانه میکنم، از همون مبحث تست میزنم. دو تا کنکور بزنی تازه میفهمید چه قوقایی میکنه. هفته پیش کارنامه رو گذاشتم، دانش آموزی که 1 ماه تحلیل درمانی کرده 35% میانگینش افزایش پیدا کرده. با کدوم کلاس، با کدوم خوندن تو 1 ماه میتونی اینقدر بیای بالا؟ با کدومشون؟ واقعا با کدومشون میتونی؟ داریم همچین چیزی؟ میخوام جواب بدیم. بچه‌ای که تو لایف هستن، بچه‌ای که اینجا هستن، بزنید بچه‌ها جواب. جایی داریم دیگه؟ کارنامه مستندشو براتون گذاشتم دیگه. داریم همچین چیزی بتونه انقدر بیاد بالا؟ وجود نداره که تو بتونی بیاریش بالا. اوکی؟ و این تحلیل درمانیه، من رایگان به تو یاد دادم.
چیزی که ابداع کردم و همه رو دارم باش تو دو ماه سه ماه میرسونم به تو رایگان یاد دادم. لطف کلاسی نوه دیگه، هر جای ایران که باشی، من خیلی شاگرد دارم از جای دور، به من میگن آقا اگر کلاسینو نبود، کلاسینو میدونی که اصلا کلاس آنلاینی وجود نداره، اصلا کرونایی وجود نداشت. درست میگم دیگه، 96 که کرونا نداشتیم، 97 کرونایی نداشتیم، اصلا بیماری وجود نداشت. اینا اومدن کلاس آنلاین استارت زدن، دورترین دانش آموز در کشور میشینه سر کلاس، من خودمو نمیگم، بجز من بهترین اساتید، بجز من، خودمو نگفتم، بجز من همه بهترین اساتیدن. شما اساتیدی که تو کلاس اینو میبینیم واقعا تو همه شهرستان لنگشون پیدا میشه. نمیگم معلم شهرستان رو بدن، اصلا هم چه حرفی نزنم، ولی خیلی از جاها هست معلم ندارن، توی یه روستاست، یه جاییه که کلن مثلا فقط یه معلم هست، دو معلم هست، و بچه ها از کیفیتشون راضی نیستن. ما در شهرستان هم بسیار معلمایی داریم که خیلی خفنن، خیلی خفنن، خیلی خفنن. بریم جلو. پس قرار شد کنکورا رو هفته ای 3 تا دونه کنکور عمومی پشت کنکوریا بزنن، 1 دونه کنکور جامع و تحلیل درمانی. تا کی مطلب جدید بخونن؟ 5 الی 15 خرداد. بقیه مطالب رو چیکار کنن؟ حذف عمقی کنن. آقا کنکور جامع چیه؟ بسم الله، بیا کنکور جامع رو بریم. آقا کنکور جامع چیه؟ اولاً اگر از امروز به بعد داری میزنی کنکور 3 دفترچه‌ای حتما بزن، گل قشنگ من، کنکور 3 دفترچه‌ای بزن. چرا؟ 1، برای آموزش استراتژی، استراتژی تو برای استراتژی به تنهایی، جلسه سارا رو یادتونه؟ یه بار آوردمش توی لایو خودم، گفت همین استراتژی میانگین 10 الی 15% من آورد بالا، فقط یاد گرفتن استراتژی. دومین چیزی که میخوام بهت بگم، چرا میگم کنکور جامع بزن؟ تجربه آزمون داشته باشی. سومین چیزی که بهت میخوام بگم، اصلا باورت نمیشه اگر تا امروز کنکور نزده باشی، باورت نمیشه چقدر سخته، چقدر وحشتناکه. آقا 4 ساعت پشت صندلی نشستن، پشت آزمون نشستن و بلند نشدن، یک کار بسیار سخته، بسیار سخت. اگر تا امروز نزدی احتمالاً تجربهش رو نداری. چهارمین چیزی که میخوام بهت بگم، تنظیم، این شاید برای شما مسخره باشه، آب خوردن، دستشویی و اضطرابشون. چرا من اینقدر تاکید داشتم با اینکه سنجش خیلی غلط داشت، آزموناش خوب نبود، برید آزمون حضوری بدین؟ این استرابه. بچه ها شما تجربه این استراب رو نداشته باشین، مخصوصا توی خانوم ها، یهو دچار اختلالات هورمونی میشین توی تایم آزمون، واقعا دچار مشکل میشین، مخصوصا تو تایم خانوم ها. خیلی راحت بگم دیگه، بچه ها یهو وارد سیکل قاعدگی غیر منتظره میشن، تو اون تایم اصلا تایم سیکل قاعدگیشون نیست، خیلی این زیاده. یه روز قبل کنکور یه دفعه دچار ورود به سیکل قاعدگی میشن و این خیلی خطرناکه، یعنی سیکلشون به هم میریزه، وارد اول دوره میشن، این خیلی خطرناکه. و این تجربه رو بسیار ما برای بچهای خوبم داشتیم و متاسفانه اینا تجربه آزمون دادن نداشتن، این استرابه رو بارها و بارها تجربه نکردن، بارها آزمون حضوری ندادن. اگر این رو شنیده باشین از دوستانتون، مخصوصا بین دختر خانم ها، این در دوران کرونا خیلی بیشتر شد. چرا؟ چون بچه ها اولین بار آزمون حضوری رو رفتن سر جلسه کنکور دادن. بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. بچه ها تنظیم آب و دستشویی رفتن. بچه ها این که شما بدونی من کی آب بخورم دستشوییم نمیگیره، خیلی مهمه. اینا برات شوخیه ولی خیلی مهمه. من دفترچه رو تا کی میتونم این دفترچه دستم باشه؟ کی این دفترچه رو بدم؟ چقدر سوال بزنم و بعد برگردم؟ بهتون تو استراتژی یاد دادم تیک زب در ستاره رو چجوری اعمال بکنم. از 4 تا استراتژی که بهت یاد دادم کدومش به درد میخوره؟ اینا همش کنکور جامعه اینا رو کمکتون میکنه. حالا کنکور جامعه چیه داستانش؟ کنکور جامعه همه درس رو شما کنار هم عین کنکور میشینی میزنی و کنکور جامعه رو انجام میدی. آقا ما کنکورهای جامعه چه سالی رو بزنیم؟ خوب گوش کن، اگر تا به امروز کنکور زدی یا نزدی دیگه کاری ندارم، اما از این به بعد اولویتت اینه حتما باید تا کنکور 99 و 1400
داخل و خارجش رو بزنی. حتما. و تأکید دارم حتی اگر تحلیل درمانی هر کنکور 4 روز 5 روز طول میکشه، حداقل این دوتا رو تحلیل درمانی کنی. چرا؟ میتونی یه لطفی برای من بکنی؟ کنکور 1400 تجربی رو برای من سوالات چه میتونی سرچ بکنی اگه پیدا کنی برام؟ من شرمنده شما، لطف میکنی. یه لحظه الان به ذهنم رسید یه چیزی بگم، چند تا دونه از صحبتایم که قبلا کردم 1400 تجربی، من فدای شما بشم، لطف میکنین. من داشتم فایلشو ولی نمیدونستم که اینجا یهو به ذهنم برسه اینو بگم. حداقل این دوتا رو تحلیل درمانی بکنید و یادتون باشه بچه‌ها سبک سوال خوندنتون رو درست کنید. سبک سوال خوندنتون رو درست کنید بچه ها. سبک سوال خوندن خیلی مهمه. الان بهت میگم سبک سوال خوندن 99 با 400 چه تغییری کرد که گریت در میاد. دیدین اینقدر مهم بود. پس جامعه ها حداقل 99 و 1400. آقا کدوم کنکورها سخته؟ کنکورهای سختمون چیه؟ به نظر من سخت‌ترین که قطعا 99. 94 و 1400 به نظر من هر کدوم نکات سخت زیاد دارن. کدوم آسونه؟ کنکور 98 آسونه. یعنی اگر ضعیفی اول کنکور 98 رو بزن، را بیفتی کنکور 99400. این واجبه، واجبه. یعنی قبل کنکور واجبه بزنین، خیلی واجبه بزنین. 98 آسونه، یه بار بزن ترس یه ذره کمتر بریزه، درصدت هم پایین بود اشکالی نداره، تحلیل درمانی کن، تو این دوتا نتیجت خیلی میاد بالاتر. کنکورهای عمومی رو گفتیم، کنکورهای جامعه رو گفتیم، همه رو کامل توضیح دادیم. حالا الان هر زمانی که کنکور هم اومد ما میتونیم بریم جلو. به به، یه نفر نوشته من امروز تیک زب در ستاره رو پیاده کردم. چند درصد میانگینت اومد بالا عزیزم؟ چند درصد؟ هر زمان بندازین روی تا اوه عاشقتم بابا، اینجا به خدا اینا وای چقدر خفنی. من فکر کردم یه روب طول میکشه. من با سرعت خودم در اینترنت داشتم مقایسه میکردم و شما خیلی متفاوت بود سرعته. بچه ها من الان بهتون چند تا چیز نشون بدم بریم. بالاخره مشاوری که دفترچه ها رو میبینه و مشاوری که دفترچه ها رو به عمرش ندیده این چیزه. این من کجا باید برم بزنم اون یکی رو ببینیم؟ بالا سمتشه. مرسی از شما، واقعا مرسی. خب بچه ها بریم چند تا چیز رو بهتون نشون بدم. خب بهتون گفتم سوال هفت کنکور قربونت برم، مشاوری که سوالات کنکورشو حفظ باشه اینه. بیا قربونه، سوال هفت کنکور چی نوشته؟ هر یک از عبارات زیر به ترتیب از چه کتابی نقل شده است. تو اگر نخونده باشی کتاب رو در متن کتاب میتونی اینو بزنی؟ یک، اونی که گفتم بچه امتحان نهایی قر نزنن، ما وقتمون تلف شد. بریم سوال بعدی، بریم سوال بعدی. به مشاوراتون حتما بگین که ببینن سوالات کنکور رو. اینقدر مشاور دیدم هنوز داره با سبک کنکور سال 91-92 که خودش کنکور داده داره مشاوره میده. مفهوم کدام بیت با مفهوم کلی داستان سیاوش تناسب دارد؟ نخونده باشی میتونی اینو بزنی؟ متوجه شدی؟ نخونده باشی میتونی اینو بزنی؟ کتابو بچه های 12 بدونن خیلی کمک میکنشون. حالا چرا گفتم سوالا رو خیلی با چیز بخونید؟ خوب نگاه کن، خوب اینجا رو نگاه کن. وای 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 وای، ببینم پیداش بکنم. بچه ها تعداد عین الخطأ ها رو ببینید. یه سوال، دو سوال. حالا برو بپرس از بچه های کنکور پارسال ببین چقدر غلط زیاد زدن. بچه ها اینا رو نگاه کن، اینو نگاه کنیم متنه. بیا پایین، میخوام یه چیزی بهت بگم گریه کنی. کسایی که نبودن کلاسای منو از اول سال، اینجا ببین این عین الخطأ رو میبینی؟ چند تا سوال عین الخطأه بچه ها. اومده اولش گفته عین الخطأ فی اعراب و تحلیل صرفی طراح سنجش. واقعا کل سوالات پایینش رو غلط میزنی. دوتا اونجا بود،
سومی همش عین الخطأ رو خواسته، بالاش نگفته این تحلیل ظرفیش چیه، همش عین الخطأ رو خواسته. بچه بیا پایین، 5 تا اینجا میگم صورت سوال و درست خوندنش رو اینجا یاد میگیری. تو اگه این کنکور رو زده باشی و تحلیل درمانی کرده باشی، امکان نداره این اتفاق بیفته برات. چند تا سوال عین الخطأ تو کنکور قبلی نگاه کن، چند تا سوال اینجا عین الخطأ، قربونت برم نگاه کن. حالا اینم اونایی هن که متفاوتن. بیا متوجه شدی چی شد؟ بچه ها اینجا رو گرفتین؟ متوجه شدین؟ عین الخطأ رو متوجه شدین؟ عین الخطأ رو متوجه شدین بچه ها؟ کلن بچه ها اینا همشون عین الخطأ بوده؟ اینا رو متوجه شدین؟ ننوشته که چی؟ نگاه کنیم بالا یه کوچولو نوشته عین الخطأ فعل اعراب و تحلیل صرفی. خوب نگاه کردی؟ متوجه شدی؟ قطعا اینو همتون غلط میزدین، قطعا غلط میزدین. برو جلسات پارسال من نگاه کن چقدر گفتم بالای متن نگاه کنید درست و خواسته غلط. اولین بار تو کنکور 1400 این شکلی داد. چقدر گفتم پیج من رو داشته باشین، تحلیل درمانی رو امروز استوری میکنم، پستشو ببینید. چقدر گفتم؟ شنیده بودی این نکته رو تا حالا از مشاوری شنیده بودی؟ راستشو بگو، شنیده بودی بگو ببینم. بزن اینم سوالات. آقا ایشالله که بتره کنین. خیلی خوشحالم که دیدمتون. برای 2 هفته آینده کاری که گفتم انجام بدین. 2 هفته بعد مجدد جلسه داریم، ادامهش رو قرار هست با هم دیگه بریم. حتما باید عالی بریم جلو. ایشالله که بتره کنین. روز و روزگار بر شما خوش و شاد. خوشحال شدم بچه ها. تک تک ازتون میخوام بجنگید، شل نکنید. میشه یا نمیشه گور باباش اصلا مهم نیست. میشه یا نمیشه دیگه. میگی من 40-50 روز آخرمو عالی خوندم، اینی بود که در توان من بود. بعدش قصه نمیخوری. قصه از نتیجه نگرفتنه خیلی بهتره. یا علی.